در حالی که مقامات ارشد کشورهای مختلف به اجلاس اقتصادی در شهر سنت پترزبورگ مواصلت می کنند، تدابیر شدید امنیتی در آن شهر اتخاذ گردیده است. آقای پوتین امروز در حاشیه اجلاس جی 20 با همتایان ژاپنی و چینیش ملاقات نمود. روابط روسیه و چین به هر دو جانب با ارزش است. من خوشوقت هستم که پیرامون روابط دو جانبه ما صحبت کرده. رئیس جمهور باراک اوباما و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در زمره سایر رهبران امروز به سنت پترزبورگ مواصلت نمودند. رئیس جمهور اوباما ملاقاتش را در مسکو روی مسئله پناهندگی ادوارد سنودن با ولادیمیر پوتین لغو کرده است. شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با اظهار اینکه به تلاش هایش در زمینه قناعت دادن به ولادیمیر پوتین ادامه خواهد داد گفت: آیا من در مورد اینکه آقای پوتین عقیده‌اش را در مورد برخی مسائل تغییر خواهد داد امیدوار هستم؟ من همیشه امیدوارم و به تماس با وی ادامه خواهم داد، چون فکر میکنم مداخله بین المللی به مراتب مؤثرتر خواهد بود. اگر روسیه موقف متفاوتی را در این زمینه اتخاذ کند، در نتیجه ما خواهیم توانست و کشتارها سریعتر خاتمه دهیم. آقای اوباما به روز چهارشنبه موافقت یک عده از مهمترین قانونگذاران ایالات متحده آمریکا را برای مداخله نظامی تنبیهی به سوریه کسب کرده است. کمیته روابط خارجی به رئیس جمهور برای حمله بالای سوریه در رأی مثبت و 7 رأی منفی داد. بعد از انجام همه کارها و ابراز نظرات، اگر ما حال هم پی نبریم که او از قبل 11 بار این کار را انجام داده و استخبارات ما آن را ثابت ساخته می تواند، و اگر حال ما از آن چشم پوشی کنیم و اگر جهان آن را نادیده بگیرد، به این معنی است که ما یک پیام نادرست به رژیم سوریه فرستاده ایم. رئیس جمهور پوتین به روز چهارشنبه تصویب استفاده از قوا علیه سوریه توسط کنگره ایالات متحده آمریکا را تجاوز خواند. آقای پوتین در ضمن جان کری وزیر خارجه آمریکا را به دروغ گفتن متهم نمود که در صفوف مخالفین سوری القاعده رخنه نکرده است. من مجلس سمایه را تماشا کردم. یک شخص از وزیر خارجه آمریکا پرسید آیا القاعده در آنجا وجود دارد؟ گفته می شود که آنها حضور قوی دارند. آقای کری گفت نه. من رسما گفتم آنها در آنجا وجود ندارد. واحد عمده شورشیان سوری گروه به اصطلاح النصره یک واحد القاعده است. جان کری و همراهانش از این موضوع آگاه هستند. هدف ایالات متحده ضعیف کردن امور دفاعی سوریه است تا بالاخره با کمک مذاکرات بشار الاسد را از قدرت برکنار کند. حکومت سوریه تا کنون استعمال اسلحه کیمیایی را رد می کند و شورشیان را برای استفاده از گاز سمعی علیه نیروهای سوری متهم می کند.